غلطی خطرناک دیگری که در زندگی مسلمان ها و در میان ما و شما وجود داره او چیست؟ غلطی عقیدوی، او اعتراض بر قضا و قدر. مردم بر قضا و قدر اعتراض میکنه. ای چی رقم قضا و قدر ما است؟ فلان آدم بیبی پادشاه است، ما گداستم. او فلان آدم چقدر پیسه داره، من ندارم. دست مرا بیبی، دست از او را بیبی، مقام مرا بیبی، او را بیبی. این مردم هستن که قضا و قدر اعتراض میکنن. چیزی که الله برش نوشته کرده با او راضی نیست. یا ابن آدم لا تخشى من ذی سلطان ما دام سلطانی باقیه. ای اولاد آدم، از هیچ پادشاهی نترس تا وقتی که پادشاهی است. و سلطانی باقی لا ينفد ابدا. پادشاهی ما همیشه است، از بین نمیره، فنا نمیشه. ولا تخشى من ضيق الرزق، از رزق هم نترس. و خزائن ملئن و خزائنی لا ينفد ابدا، ای خزانه های ما ختم نمیشه. فان رضیت بما قسمته لك، اگر تو راضی شدی، ای ابن آدم، ای اولاد آدم، اگر تو راضی شدی با او چیزی که ما برای تو نوشتیم، دلتم خوش، بدنتم آرام و صفتی تو در نزد ما میشه. و این لم ترضا، اگر راضی نشدی، فوعزتی و جلالی، بعزت و جلالم قسم، لأسلطن علیک الدنیا، دنیا را بالای تو مسلط میگردانم. ترکض فیها، سرگردان میگردی در اینمی دنیا، با پشت این دنیا مثل که یک حیوان، گو گوسفند در صحرای خشک، در بیابان بدون آب، با پشت یک قرد آب و کم سبزه سرگردان میگرده. بازم اونمو چیزی برات میرسه که ما برات در نامه اعمالت، در قضا و قدرت نوشتیم. پس الله سبحانه و تعالی عالم است. الله میدانه کی را چه قدر رزق بده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، اگر الله ای میگوشود رزق برای کل بنده های خود، لبغوا في الارض، اینا بغاوت میکردن، اینا سرکشی را شروع میکردن در زمین. و ما و شما میبینیم زمانی که پول زیاد میشه، سرکشی و شکستن حکم الله در اونجا پیدا میشه. در یک خانه که پول نباشه، با ما اندازه خوراکش مال به دستش میایه، در اونجا غم و فکر تلویزیون نمیایه، غم و فکر ویدیو و فیلم های هندی نمیایه. در اونجا باز در عروسی غم فکر رقص و موسیقی و پنج رقم ساز و هتل پنج ستاره و اورو غم و فکر ازی گپ نیست که ما 500 نفر 1000 نفر خبر کنیم. در اونجا غم و فکر ازی نمی باشه که باز در اونجا گروه چوب جنگان آمدن، سکار بخوای، میگن 7000 دلار تنها برای چوب جنگا دادم. انا لله و انا الیه راجعون. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. اینا می بغاوت نیست، پس چیست؟ بغاوت از حکم الله دیگه ازی کرده، بغاوت کلان است. ازی کرده دیگه بغاوت و سرکشی کلان چی باشه؟ پول پیدا کردی در رای خیر مصرف کو ای برادر. چرا مال تا سبب خریدن؟ پس یک تعداد هستند که الله سبحانه و تعالی را زیر اعتراض و زیر گپ خود میگیره. الله بالا با ما الله چی کرده؟ این روزگار مسیکو جوالیستم، کراچی کش میکنم، مزدور هستم، پیاده هستم، جاروکش هستم، الله با ما چی کرده؟ انا لله و انا الیه راجعون. اگر برش بگویی که 5 میلیون روپیه بگی، واردو چشم تا برای ما بتی، میگه کل دنیا را بتی، ما چشم خدا نمیتون بره. امی اردو دست تا قطع میکنم بگی 5 میلیون، میگه نمیتون.
ده مليون خطرهای دو چشم و دو دستت شد. الله کل چیزها را مفت دادید، انوزم شکر نبی کنی، برای الله اعتراض میکنی. امی مرا دیده دیگه. اینا مردم های ناشکر هستند. مؤمن بر قضا و قدر رب الجلیل ایمان می داشته باشه. قدر الله و ما شاء فعل، بس تقدیر الهی است و چیزی که بخواه اونمو میشه اونمو را میکنه. ما ایمان داریم، اگر پولدار شدیم میگیم الهی ای هم نعمتی توست. اگر البته به شکل حلال باشه، نه مال حرام که به سودخانه بخر و باز بگوی که نیام هازا من فضل ربی نوشته میکنه. خانه را به سود خریده، خانه را از مال حرام خریده، خانه را به چور و به چپاول به دست آورده، کلان نوشته کرده به عربی هذا من فضل ربی انا لله و انا الیه راجعون. این فضل رب است. چی؟ یعنی خانه حرام، ظلم است، نارواز. این فضل رب نیست، غضب رب از بالای تو. پس دوستا کوشش ما ای باشه که به شکل حلال اگر چیزی به دست ما میه، ای هم امو قضا و قدری است که الله بریم نوشته. مریض میشم صحت دارم، فقیر استم امیر استم، پادشاه استم گدا استم، رئیس و وزیر استم مدیر استم مامور جاروکش، هر چیزی که استم در زندگی، ایر الله بریم نوشته و بالای ای ایمان دارم. و دوم به خاطر زائل شدن و از بین رفتن این فکرها انسان چی کنه؟ بر انسان یک راه است، بهترین راه در دین، در مسائل دینداری، در مسائل عبادات، در مسائل قرآن و سنت، از خود کرده مردم بالا را ببی، وای چی خوب عالم است، چی یک عالم است، عبادت میکنه، الله سبحانه و تعالی این چقدر عزت داده، این انسان چقدر انسان خوب است، مردم از این میاموزه. کاش ما هم مثل از این میبودم. چرا ما اینچونین نیستم؟ ای الهی مرم به این مقام برسانی. دعای مسلمان امروز همیست، الهی پول زیاد بده، الهی مرا به امریکا برسان. نماز میخوانه بر امریکا، نماز میخوانه به خاطر رسیدن به اروپا، نماز میخوانه به خاطر از این که برسه به ممالک کفری، بر از این نماز میخوانه. نماز بخوان بگو الهی ایمان و سلامت نگه دار. نماز بخوان به خاطر ازی بگو الهی در چیزی که خیر دنیا و آخرتم باشه او را برم پیش بیار. الهی ایمان و سلامت نگه دار، الهی ای عبادتم و بدرت قبول کو. ایره بگو، نگو الهی یک خانه بتی، یک موتر خوب لکس مدل سال بتی، اودی مرسدس دیگه و دیگه. الهی اکاونت دلاری و اکاونت فلان بتی، الهی دم ایرا میرم یک دم دم پیشوره و یک 2 میلیون دلار بفته. ای خواب ها و خیال ها و ما میکنیم دوستا. نماز میخوانی بگو الهی شکسته و ریخته نماز خواندم بدرت قبول بگردان، الهی اینمی نمازم از سبب نجاتم بگردان، الهی اگر دنیا را دارم یا ندارم ایمان نصیب بگردان، الهی اگر مریض استم پس ایمان صحیح برم نصیب بگردان، الهی اگر ناتوان استم به ایمان قوی مرا توانا بگردان، الهی دل پر از ایمان برم بته. ای رقم دعا کنه، الهی مرا به مثل فلان پیسه دار بساز. والله العظیم ایتون مردمای را میشناسم که خود خانواده علمی افغانستان خطاب میکنه. روزی در پشاور نشسته بودیم، 3 سال پیش 4 سال پیش، برادرش میگه که فلان مردم 2000 و 3000 دلار دمای پیدا میکنه، 4000 پیدا میکنه. ما برش گفتم حرام است، میگه پسکو بسکلان توی گپاره. خدا مولوی میگفت، خدا رئیس میگفت.
امروز هم نشستن به خاطر به دست آوردن پول، دوستم هم حاجی صاحب میگه، حاجی صاحب دوستم، دوستم حاجی صاحب خطاب میکنه به خاطر چی؟ فهیمه عامر صاحب محترم، جنرال صاحب، مارشال صاحب، به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه یک دو روپه بتش. از الله بترسیم، از الله بترسیم. تمام دنیا جمع شوه، تمام دنیا، و بخواهد که برای ما خیری را برسانه. زمانی که الله نخواسته نمیتونه. تمام قدرت های دنیا با تمام وسایل و مسائل و دولت و قدرت خود جمع شوند، بخواهند که برای ما خیری برسانه، و الله نخواه کسی نمیتونه. دوستا یه کسی نمیتونه. به هر صورت ایره باید داشته باشیم که چیزی را که الله بخواه اونمو میشه، چیزی را که ما میخواهیم امکان نداره مگر که الله خواسته باشه. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با 1400 اضافه تر از 1400 اولیاء الله، صحابه کرام، نبی، پیغمبری که بعد از الله مقام والا را در مخلوق داره، هیچ کسی در مخلوق به مقام از او رسیده نمیتونه. او اراده یک کار میکنه، اراده عمره را میکنه. 1400 اولیاء الله با او یک جاست، چون ابو بکر و عمر با اوستن، عثمان و علی با اوستن، دیگه صحابه با اوناستن. درباره کسایی که الله در کلام خود در حق اونا میگه لقد رضی الله عن المؤمنین، لام تاکید قدس، الله میگه ضرور به ضرور و بلا شک و بلا شبهه، الله راضی است از کسانی که با تو بیعت کرده در زیر درخت، در زیر شجره که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره، وقتی که اینا با تو در زیر اونمو سایه درخت بیعت کردن، بیعت مرگ، الله از اونا راضی است، الله از اونا راضی است. 1400، بالاتر از 1400 صحابه، رسول الله اراده عمره را میکنه، الله نخواسته نمیشه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، بجز از الله ای اراده ها و ای خواسته هایی که اراده الله در اون بود او پوره نمیشه برادران. پس ایمان بر قضا و قدر کار مؤمن است، اعتراض بر قضا و قدر یکی از غلطی خطرناک عقیدوی شمرده میشه. همچنان